حکایت دیدن خر هیزم فروش با نوایی اسبان تازی را بر آخر خاص و تمنا بردن آن دولت را در موعظه آن که تمنا نباید بردن الا مغفرت و عنایت و هدایت که اگر در صد لون رنجی چون لذت مغفرت بود همه شیرین شود باقی هر دولتی که آن را ناآزموده تمنی میبری با آن رنجی قرین است که آن را نمیبینی چنان که از هر دامی دانه پیدا بود و فخ پنهان تو در این یک دام ماندهی تمنی میبری که کاشکی با آن دانه ها رفتمی پنداری که آن دانه ها بیدام است بود سقایی مرورا یک خری گشته از مهنت دوتا چون چنبری پشتش از بار گران صد جای ریش عاشق و جویان روز مرگ خیش جو کجا از کاه خشک و سیر نی در عقب زخمی و سیخی آهنی میر آخر دید او را رحم کرد کاشنای صاحب خر بود مرد پس سلامش کرد و پرسیدش زحال که چه این خرگشت دوتا همچو دال گفت از درویشی و تقصیر من که نمی یابد خود این بسته دهن گفت بسپارش به من تو روز چند تا شود در آخر شه زورمند خر بدو بسپرد آن رحمت پرست در میان آخر سلطانش بست خر زهر سو مرکب تازی بدید با نواب و فربه و خوب و جدید زیر پاشان روفته آبی زده که به وقت و جو به هنگام آمده خارش و مالش مرسمان را بدید پوز بالا کرد که ای رب مجید نه که مخلوق تو هم گیرم خرم از چه زار و پشت ریش و لاغرم شب ز درد پشت و از جوع شکم آرزومندم به مردن دم به دم حال این اسپان چنین خوش با نوا من چه مخصوصم به تعذیب و بلا ناگهان آوازه پیگار شد تازیان را وقت زین و کار شد زخمهای تیر خوردن از عدو رفت پیکانها در ایشان سو به سو از قضا باز آمدن آن تازیان اندر آخر جمله افتاده ستان پایهاشان بسته محکم با نوار نعلبندان ایستاده بر قطار می شکافیدن تنهاشان به نیش تا برون آرند پیکانها زریش آن خران را دید و می گفت ای خدا من به فقر و عافیت دادم رضا زان نوا بیزارم و زان زخم زشت هر که خواهد عافیت دنیا بهشت زان نوا بیزارم و زان زخم زشت هر که خواهد عافیت دنیا بهشت